کریتیکال اسکیل یا اجازه کار برای مشاغل مورد نیاز تو ایرلند چیه؟ شرایط دریافتش چیه و مزایاش چیه؟ امروز اومدم در مورد یه تاپیک خیلی مهم به اسم کریتیکال اسکیل و استمپ وان باهاتون صحبت کنم. حتما تا پایان ویدیو ببینید چون به نظرم از اون ویدیوهایی که میتونه واقعا مسیر زندگیتون رو تغییر بده. بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. کریتیکال اسکیل یا ویزای مشاغل مورد نیاز ایرلند و در واقع اجازه کار مشاغل مورد نیاز ایرلند نوعی از اجازه کاره که شما در واقع کارفرمای شما باید برای شما اپلای کنه. اگر که شما جزو لیست مشاغل مورد نیاز ایرلند باشید و پوزیشنتون و جاب دسکریپشنتون هم راستا باشه با چیزی که توی لیست هست، کارفرمای شما میتونه برای اجازه کار شما برای کریتیکال اسکیل شما اقدام کنه و باید 1000 یورو پرداخت کنه. البته که الان 1000 یورو تو آگست 2021 و شما نمیتونید پرداخت کنید. پرداخت هزینه توسط شما کار غیرقانونیه. به چه شکل خواهد بود؟ اگر که کارفرمای شما خودش رو به صورت تراستد پارتنر توی وزارت کار ثبت کرده باشه، ویزای کار شما یا اجازه کار شما مدت زمان خیلی کمتری زمان میبره. ولی اگر که ثبت نکرده باشه، باز هم اپلیکیشن شما بررسی میشه، فقط تو مدت زمان تقریبا دو برابر. اگر که کارفرمای شما تراستد پارتنر باشه، 8 تا 12 هفته بررسی میشه، طول میکشه که درخواست اجازه کار شما، درخواست کریتیکال اسکیل شما بررسی بشه و من بهتون میگم که چطور میتونید بررسی کنید که آیا نوبت شما شده اگر که اپلای کرده کارفرماتون براتون یا نه. و مسئله مهم چیه؟ اینه که اگر که شما اجازه کار کریتیکال اسکیل رو دریافت کنید، میتونید برای ویزای استمپ وان اقدام کنید. ویزای استمپ وان ویزاییه که شما میتونید 2 سال باهاش توی ایرلند زندگی کنید. البته که باید با همون کارفرمایی که براتون درخواست اجازه کار داده همکاری کنید تا انتهای 2 سال حداقل. بعد از 2 سال میتونید برای ویزای بعدیتون که ویزای استمپ 4 هست اقدام کنید. وقتی که ویزای استمپ 4تون رو دریافت کردید، دیگه شما تقریبا اینجا یک شهروند حساب میشید، البته شهروندی که پاسپورت نداره و حق رأی نداره. ولی در واقع شما میتونید برای هر شرکتی، برای هر پوزیشنی بدون اینکه نیاز باشه براتون درخواست اجازه کار بدن اپلای کنید و حتی میتونید کسب و کار خودتون رو راه بندازید. خیلی گزینه خوبی محسوب میشه. ولی قبل از اون برمیگردیم به کریتیکال اسکیل. مزایای کریتیکال اسکیل چیه؟ مزایای کریتیکال اسکیل به نظر من از همه مهمترش اینه که شما بعد از 5 سال میتونید برای پاسپورتتون اقدام کنید
که خب خیلی خوبه، ولی یه مهم یه مزیت خوبه دیگه هم داره، مخصوصا اگر شما متأهل باشید. اگر که متأهل باشید، همسر شما اجازه کار کردن داره و این برای افراد متأهل واقعا خیلی گزینه خوبی محسوب میشه. البته که هنوز خیلی از کارفرماها نمیدونن که این شرایط وجود داره. من با خودم و علی مثال میزنم که شرایطو خیلی خوب و کامل توضیح بدم. مثلا من از شرکتی که آفر گرفتم، کارفرمای من برای ویزای برای ورک پرمیت کریتیکال اسکیل من اقدام کرد و من با استمپ وان اومدم. در نتیجه علی که اسپوز من و همسر من بود اجازه کار داشت. وقتی که داشت به شرکت ها برای شرکت ها اپلای میکرد، بهشون گفت که من اجازه کار کردن توی ایرلند رو دارم، فقط شما باید به من یه جاب آفر بدید. در واقع اگر که شما اسپوز یا همسر کسی هستید که کریتیکال اسکیل داره و استمپ وان هست، شما اجازه کار کردن دارید، ولی باید آفر لتر و یه بیمه داشته باشید. یه حداقل کاوریج بیمه لازمه که معمولا همه بیمه ها دارنش. پس در نتیجه اگر که خواستید کار کنید، باید نامه آفر کارتون رو داشته باشید. باهاش میرید اجازه، باهاش میرید وزارت کار و اداره کار و خیلی سریع، فکر میکنم کمتر از یک چند روز، کمتر از چند واقعا تو کرونا ما الان نمیدونم واقعا این تغییر روزا چقدر تغییر کرده، ولی قبلا خیلی سریع بود، تو چند روز اجازه کار شما هم صادر میشه. در نتیجه به نظر من یه گزینه خیلی خوب همین اجازه کار همسر. حالا میریم با هم دیگه با جزئیات اجازه کار، لیست مشاغلی که توی تو لیست اجازه کار کریتیکال اسکیل هستن و البته لیست مشاغلی که تو لیست اجازه کار کریتیکال اسکیل نیستن چطوری بررسی کردنش و جزئیاتش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بچه ها همین اول بگم که هر لینکی که در موردش توضیح بدم توی دسکریپشن میذارم. توی این لینکی که الان دارید میبینید میتونیم انواع employment permit ها رو ببینیم، یعنی شما میتونید انواع اجازه کار مختلف رو بگیرید که حالا یکیشون critical skill که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. انواع دیگه اجازه کاری که دارید ویزای اجازه کار dependent یا spouse و یا general و حالا یا کمپانی های دیگه و مهمتریناش، یعنی محبوبتریناش و بیشترینهاش، اون چیزایی که تعلق میده، یکی جنراله، یکی سپوزه و یکی کریتیکال اسکیله. و چیزی که از همه بهتره، شرایط رو راحت‌تر میکنه و بهتر میکنه، واقعا همین کریتیکال اسکیلیه که الان اینجا دارید میبینید. حالا کریتیکال اسکیل شامل چه مشاغلی میشه؟ کریتیکال اسکیل اولا باید بگم که یک سری محدودیت هایی داره، یک سری لیستی هست که یه سری مشاغلی هست که لیست شده و این لیست هی آپدیت میشه. من الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 8 آگوسته، بنابراین باید بدونید که این لیست آپدیت میشه و شما هر لحظه باید هر بار که میخواید چک کنید و اپلای کنید باز چک کنید. به این ویدیو قناعت نکنید فقط اینکه این لیست آپدیت میشه، تغییر میکنه و بعد خودتون بررسی کنید ببینید که شغلتون هنوز هست، تایتل و پوزیشن شغلتون میخوره به اون عنوان شغلی که توی این لیست هست یا خیر. حالا چه محدودیت دیگه ای وجود داره علاوه بر این لیستی که علاوه بر این که باید این شغلی که دارید براش اپلای میکنید جز به این لیست باشه، باید شما حداقل حقوق 32,000 تا توی قراردادتون ذکر شده باشه و توی فرمی که برای درخواست اجازه کار میفرستید ذکر شده باشه که شما حداقل 32,000 یورو در سال بهتون حقوق تعلق میگیره. و این در حالتی که شما مدرک معتبر برای اون پوزیشن دارید و مدرک مرتبط، یعنی شما مدرک دانشگاهیتون باید مرتبط و معتبر باشه برای اون پوزیشنی که دارید اپلای میکنید. مثلا وقتی که از کامپیوتر برید برای دکترا برای هلسکر مثلا اقدام کنید، خب نمیشه، امکان نداره. و اگر که شما تجربه کاری دارید ولی مدرک معتبر ندارید، میتونید اگر که بتونید یه آفری با حقوق 64,000 یورو در سال بگیرید، به شرطی که پوزیشنتون توی لیستی که
غیر قانونیه و اصلا نمیتونن برای کریتیکال اسکیل برش اقدام کنن نباشه میتونید بگیرید. پس اگر که من بیام پایین تر میبینید که اینجا نوشته که این یه لیستی هست که الان در موردش صحبت میکنیم که باید حداقل حقوق 32,000 تا با یک مدرک معتبر و مرتبط بهش تعلق بگیره و یا اینکه 64,000 یورو بگیرید در صورتی که جزء ineligible لیست نباشید، یعنی جزء لیستی که اصلا غیر قانونی شده که براش اقدام کنه. حالا لیستی که eligible چیه، لیستی که ineligible چیه؟ بذارید من این لیستا رو باز کنم جفتشو با هم دیگه بررسی کنیم. این الان از موقعی که ما هم اومدیم حتی تغییر کرده و خودتون میبینین این بالاش مینویسته که مثلا تغییر کرده و کی آپدیت شده و دوباره تغییر میکنه. و یه گزینه دیگه هم هست که بهتون بگم که اگر سرچ کنید latest employment permit update and development میتونید همیشه آخرین تغییرات لیست رو هم اینجا ببینید. من این لینک رو هم میذارم. به نظر من مخصوصا بچه‌هایی که اپلای میخوان بکنن یا اپلای کردن خیلی مهمه که حتما این لیست رو بررسی کنن. بچه‌ها تک تک این لینک هایی که میذارم باید با دقت بخونید، با دقت بررسی کنید و دقیقاً چیزی که اینجا عنوان شده بنویسید. در غیر این صورت حتما 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 شما ریجکت میشین. خب گزینه بعدی که حالا در موردش باید صحبت کنیم چیه؟ این که کریتیکال اسکیل شامل چه مشاغلی میشه. کریتیکال اسکیل شامل مشاغلی میشه که توی این لیست هست و حالا عنوان شغلی ایمپلویمنت کاتگوریش هست و حالا اسپسیفیک اسکیلزش هم اینجا نوشته، یعنی نوشته که مثلا شما پروداکشن منیجمنت منیجر و دایرکتور هستین و حالا چه اسپسیفیک اسکیلی باید داشته باشین، سایت منیجر باشین، یا مثلا اگه که تو انجینیرینگ بخواین اپلای کنین مثلا سیویل انجینیرینگ و چه اسپسیفیکیشنی اینا، و یا مکانیکال انجینیرینگ و اینا. حالا اگه که تو آی سی تی باشین، بچه آی سی تی تغییر کرده لیستش، حتما دوباره بچه هایی که آی تی کامپیوتر بررسی کنن. میتونید ببینید که مثلا حتی سافتویر انجینیرها همشون نیستن، سافتویر انجینیرها وب دیزایناشون هستن. خیلی خیلی اینا خیلی مهمه. و حالا نوشته که سافتویر دیولپمنت پروفشنال، ولی باز بررسی کنید که حتما باشه لیستتون. یا هلث کیر رو نوشته، یا مثلا تراپی رو نوشته، یا بیزنس ریسرچ اند ادمنستریتیو. شما میتونید ببینید تو هر لیستی چه کسایی اینجا توی مورد نیاز هستن و شامل 32,000 تا در صورتی که مدرک مرتبط و معتبر داشته باشن میشن. در صورتی که شما توی این کاتگوری هستید میتونید که ریفر بدید توی فرمتون به اینکه مثلا شما کاتگوری 243 این مثلا و با این عنوان شغلی و با این اسپسیفیکیشن ها اگه که دارید اپلای میکنید باید این اسپسیفیکیشن ها رو بیارید توی جاب دسکریپشنتون. خب حالا این شد لیست کریتیکال اسکیل. حالا یه لیست دیگه جدیدن اضافه کن، خیلی واقعا نیست که اضافه شده. این لیست ineligible، یعنی اصلا دیگه نمیتونن برای مشاغلی که تو این لیست هست درخواست اجازه کار بدن. بنابراین حتما چک کنید که جزء این لیست نباشین. و این لیست مثلا هتل منیجر، اکامیدیشن منیجر، اینا همشون جزء این لیستن و نمیتونن براشون درخواست بدن. ترافل ایجنسی منیجر یا خیلی از مشاغل دیگه الان جزء این لیست هستن. پس قبل از اینکه برای اجازه کار اپلای کنید حتما چک کنید که جزء ineligible لیست نباشید. من لینک ineligible لیستم توی دسکریپشن میذارم که بتونید بررسی کنید. پس چند تا مورد رو بررسی کنید. شما جزء لیست کریتیکال اسکیل هستید یا نه؟ 32,000 تا در حقوق دریافتیتون حداقل هست در صورتی که مدرک معتبر و معتبر دارید یا نه؟ اگه مدرک معتبر نه و معتبر ندارید و تجربه کار دارید، آیا 64,000 تا بهتون حقوق میدن؟ و حالا این اگر که 64,000 تا بدن و جزء لیست باشین دیگه. و یا اینکه حتما چک کنید که شما جز این کریتیکال ineligible کریتیکال اسکیل نباشید. حالا در صورتی که بودید به درخواست اجازه کارتون رو دادید میتونید توی لینکی که الان اینجا میبینید چک کنید، بررسی کنید ببینید که current processing data چیا هستن
و نوبت شما کی میرسه؟ میتونید ببینید که اینجا تایپ ایمپلویمنت شما تغییر میکنه، یعنی اگر که استاندارد باشین کی میشه و تراستد پارتنر باشین کی میشه. و اگر که شما اپلیکیشنتون ریجکت بشه میتونید درخواست ریویو بدید. به درخواست ریویو که دادید میتونید دوباره بیاید اینجا نگاه کنید ببینید آخرین ریویو ها کی ریسیو شده و کی داره بررسی میشه. بعد از اینکه حالا استمپ وانتون دو سالش عوض شد و تغییر درخواست استمپ فور دادید، میتونید بیاد اینجا تایم ساپورت لتر برای استمپ فورتون هم نگاه کنید که ببینید کی بهش میرسید، یعنی کی نوبت شما میشه. پس همه مواردی که نیاز دارید بدونید هستش. من تمام لینک هایی که اینجا الان دارم، چه critical skill list، چه مثلا type of employment permit، چه توضیحات در مورد critical skill work permit، چه ineligible list و چه زمان بررسی رو حتما براتون میذارم. علاوه بر اینکه latest update دارم، لینکش رو براتون میذارم. حتما اینا رو بررسی کنید، با دقت ببینید که شامل این گزینه ها میشید یا خیر. بچه من یه چیزی بگم که دارم این نکته رو برای الان میگم و در واقع برای قبلا میگم که تجربه فردی ما بوده. ما زمانی برامون نکشید که ویزای علی بیاد که ویزای وانجی میشد، به خاطر اینکه علی اسپاز من بود اون موقع. البته که علی بعد از 6 ماه خود کمپانیشون براش برای ویزای کریتیکال اسکیل اقدام کرد، ولی و میتونست ادامه بده، میتونست درخواست نده، ولی خب به دلایل خیلی زیاد، به خاطر اینکه خود آدم خیلی راحت تر که کریتیکال سکیل داشته باشه اقدام کرد کمپانی براش. ولی اون موقع اصلا زمان نبرد، یعنی وقتی که رفت اداره کار تونست ویزاشو بگیره. ولی من بازم تکرار میکنم که این مال قبل از کرونا بود. واقعا تو کرونا همه چی عوض شده. خیلی متاسفم که دارم اینو میگم، ولی واقعا همه چیز عوض شده، زمان بندی ها عوض شده، درخواست ها عوض شده، صفحه طولانی تر شده. ولی من امیدوارم که اگر که این ویدیو براتون ارزش افزوده داشته لایک کنید تا بقیه هم بتونن از وجود این ویدیو خبردار بشن. ولی چجوری دیگه میتونن خبردار بشن؟ اینکه شما با دوستاتون به اشتراک بذارید. ولی چجوری دیگه میتونن خبردار بشن؟ اینکه شما هر نتورکی که دارید، توی اینستاگرامتون، توی فیسبوکتون، از کانال یوتیوب من اگر که دوست داشتین صحبت کنید. و اگر که تا حالا سابسکرایب نکردین خودتون توی کانال، ممنون میشم که سابسکرایب کنید. همراه باشید، مطمئن باشید که اینجا موارد مفید زیادی پیدا میکنید که به دردتون میخوره. امیدوارم حالتون خوب باشه، این روزا خیلی بیشتر از همیشه مراقب خودتون باشید. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه روزای سخت رو کنار بذاریم و پشت سر بذاریم.